حالا این نکته اینو درک میکنن که من وقتی HIV مثبتم با دو تا بچه گلم که از گل نازکترن زیر یه سقف 9 متری زندگی میکنم، اگه بخوان بگیرن اول بچه های خودم میگیرن که میشه سرشون بغل سر منه میخوابن. حالا من فراتر از این به شما بگم که شما بهتر از من اینو میدونید، ما سوژه های اینجوری هم داشتیم، حالا شاید به دلایلی نیومدن که اتفاقا دلایلش شما این، که اتفاقا دلایلش منم و در نهایت ماجرا ما این، برای اینکه انقدر بعضی موقع ها بد برخورد میکنیم با آدم هایی که مبتلا به این بیماری هستن که خدا میدونه انقدر دلشون رو میشکنیم. شاید خیلیاتون ندونید من زن و شوهر رو میشناسم که هر دو HIV مثبت دارن، بچه دار شدن و بچهشون سالم به دنیا آمد اما تحت نظر بودن. من آقا پسر رو میشناسم که مبتلا به HIV مثبت نیست، از این حیث سالمه، با خانومی ازدواج کرده که HIV مثبت داره و داره زندگی میکنه اما همه اینا باید بیاد زیر چتر علم و تخصصی که وجود داره و چند تا راهکار ساده داره تمام. بعضی موقع ها خود منم شاید این خطا کردم و اشتباهو کردم و هیچ وقت یادم نمیره سال 88 تو همین برنامه من از یک جمله استفاده کردم، جمله کاملا غلطی بود. یادتون میاد مرتضی مهرزاد اومد تو برنامه نشست، باشه یادتون میاد بلندقدترین مرد خاورمیانه بود، اومد نشست بهش گفتم که مرتضی چرا رفتی تو خونه 8 سال بیرون نمیای؟ گفت خجالت میکشم. من یه جمله کاملا اشتباه گفتم و بهش گفتم مگه ایدز داری که خجالت میکشی؟ تموم شد، گذشت. من امسال خیلی روزای معسل امسال شروع کردم خودزنی کردم، میخوام با خودم شروع کنم. سال 90 آقای احمدی اومد و صندلی معسل نشست برای اولین بار تو قاب تلویزیون بدون اینکه تاثیر شطرنجی باشه. یه کسی نشست گفت آقا من ایدز دارم. میشناسی شما؟ بله. من ایدز دارم. روی آنتن تلویزیون من گفتش که اومدم فقط یه گلایه ازت بکنم، نمیدونم یادتون میاد یا نه. گفت یه روزی من مخاطب برنامه تو بودم، یه کسی که خجالت میکشه تو میخواستی سیاسرم کمکش کنی که خجالت نکشه، گفتی مگه ایدز داری که خجالت میکشی؟ اومدم اینجا بگم من ایدز دارم ولی خجالتم نمیکشم، میخوام زندگی کنم. پس اون جوابتون داده دیگه، من جواب نمیدم. شما میخواستین جواب منو بدی؟ خانم اینکه شما امروز اینجا حضور دارین کنار دو تا آقا پسرای گلتون اینه که ما میخوایم خجالت خودمون رو جبران بکنیم برای امسال شما. زنده باشی آقای شما. بزرگوارید. بچه شما چی؟ شما الان یواش یواش حالا اون قد و بالا رو که داشتین سن و سال داشتین خیلی نمیدونستین، مثلا امین وقتی که فهمیدی مامان HIV مثبت داره چیکار کردی؟ وقتی یه کوچولو سرچ کردی، پرسیدی، فهمیدی مثلا مردم راجبش چی میگن یا اینکه ممکن خطرناک باشه و اینا، از کی دیگه باش کنار اومدی فهمیدی که میتونی کنار مامان گلت زندگی کنی و عالی باشید، خوشبخت باشید؟ ها من موقعی که فهمیدم مادرم این بیماری رو داره اونجوری نترسیدم که خودم هم بیمار بشم، فقط تنها چیزی ترسی که داشتم چون که آگاه نبودم گفتم هی هر لحظه میگفتم نکنه مادرم الان بمیره دیگه، منم چون که به غیر از مادرم رو داشتم کسی دیگه یا ندارم، نکنه مادرم بمیره من این داشتم تنها باشیم، یه واقع چیز باشه رون حساب. اولش گریه کردم، چند وقتی بود گریه کردم، خودم بودم، دوستم اصلا صحبت نمی کردم، تو خونه بودم اصلا بیرون نمی رفتم، همش پیش مادرم می خوابیدم. دیگه بعدش یواش یواش از این طرف از اون طرف آگاه شدم که مثلا دارویی هستش که باعث میشه HIV پیش جلوتر پیش نره، مریضیش به ایز نشه. چون دو تا مرحله است، آفرین. مرحله اولش HIV، مرحله دومش ایدز. آفرین. مادرم که چیز شده بود فهمیده بود، دکتر رفته بود دارو بهش داده بودن، داروهاشو مصرف میکنه دیگه. خدا رو شکر الان 8 ساله که داره خوب و خوش کنار شما زندگی میکنه و حالش هم خوبه و اینقدر هم آرزو واسه بچه‌هاش داره. البته من امینم امیدوار کردم، دیدم خیلی گوشه‌گیر شده، تنهاست، ناراحته. نشستم با صحبت کردم گفتم مامان چرا تو خودتی؟ چند روزه چرا اینجوری هستی؟ زد سیر گریه گفت آره مامان بابا که ندارم، نمیدونم اینجوریه، چرا زندگی ما، چرا ما اینجوریم، نمیدونم فلانی اینجوری، فامیلامو زندگیشو خیلی بهتر از ماه، چرا ما اینجوریش هستیم، تو فامیلا ما تک افتادیم اینجور هستیم، بعد نکنه تو رو از دست بدم، همش نگران اینم دیگه، چرا من بابا ندارم، چرا فلان، خیلی صحبتایی که الان من دقیقا یادم نمیاد، ولی من مثلا متوجهش کردم، بهش گفتم مامان
دوست داشتی یه بابا داشتی عین فلانی اینجوری بود اونجوری بود، یه بستنی دلش نمیاد بره بچهش بخره، نمیدونم چیه، اخلاق نداره فلانه، خیلی چیزا باهاش صحبت کردم. بعد منم عمر دست خداست فلانی، سریع بابا بعدا رو پیدا کردی مثال زدی. آره دیگه سریع، اتفاقا بغل خونم بود زندگی میکن. آره میخواین آدرسش رو بیشتر ندین لوش همون دیگه، حالا برم تو محل که هیچ دیگه رام نمیدن دیگه، متوجه شدن من بیمارم هستم. بعد گفتم که آره، گفتم عمرم دست خدا. یه چیز کلیه، یه چیز طلایی الان شما گفتین لابلای حرفاتون، شما هنوزم میترسید از اینکه این کارو کردین و اومدین به خواست خودتون، گفتید نمیدونم اگه برگردم همسایه ها دوستام و اینا همون دیگه الا از این میترسم که مثلا الان من چجوری تو اون محلی که از همشون هم نمیگم، بعضی هاشون رو میگم، از نظر فرهنگ و اینا پایین هست، من چجوری به اونا بفهمونم؟ شاید دیدی من از اون محل بیرونم کردن، همونطوری که سراغ دارم تو این مادرها کسی از اون هست که لباس اون فرد شایوی رو سوزوندن، نمیدونم از شهرستانشون بیرونش کردن، صابخونه اونو جواب کرد، مدیر مدرسه که مدیرم هست، این همه درس خوندم هست، اون بچه رو از اون مدرسه جواب کرد، گفت نباید. مادر رو راست رفت گفت من بچه‌م اچ‌آی‌وی داره، که برای چی رفت گفت؟ به خاطر اینکه اگه بچه‌ها تو حیات مدرسه زنگ تفریح بازی می‌کنن، ضربه ای سرش رو به هم خورد، سرش رو به در و دیواره خورد، خون ریزی کرد، خون اینا آغشته نشه به هم بچه دیگه بگیره، احتمال شاید یه درصدی اون مدیر مدرسه سوء تفاهم نشه برای مدیران، اونام مدیران زحمتکش برای بچهای ما هستن، سوء تفاهم نشه، اون مدیر با اون درس خوندنش اینا درک نکرد، اون بچه رو جواب کرد. چرا؟ چرا بعضیا نمیدونن؟ چرا بعضیا واقعا نمیدونن که با اچ آی وی هم میشه زندگی کرد، هیچ مشکلی نداره؟ چرا دل مردم رو میسزونن؟ مثلا امثال ماها که همسر مسایه سرمون هم از دستمون رفته، ما خیلی الان توقع داریم، خیلی دوست داریم همه درکمون بکنن، ما رو بپذیرن تو جامعه، ما هیچ فرقی نداریم، این آدم عادی میمونیم، رو پیشونیمون ننوشته من اچ‌آی‌وی دارم یا شکلم عوض شد چیزه. من بارها خدا رو شکر کردم، چند بارم رفتم بیمارستان برای دارو، دیدم خانم تازه متوجه شده اچ‌آی‌وی داره، یعنی واقعا خودم هم اینطوری بودم، درکش کردم، خودشو باخته داره زار زار گریه میکنه، روحیه بهش دادم، گفتم آبجی اینجوریه؟ گفت آره. گفتم بابا از سرطان که بهتره؟ گفت چی میگی از سرطان بهتره؟ گفتم آره بهتره، سرطان یه مدتیه، 6 ماهه، یه ساله، 2 ساله، نمیدونم شیمی درمانیش کلی هزینه شه، ما داروهامون خدا رو شکر رایگانه، نمیدونم چیز خوب باید بخوریم، CD4مون بالا باشه مشکلی نداریم ما، درسته حالا بی حال شما همه میشیم. تلاشتون باید این باشه که سیستم دفاعی و ایمنی بدنتون ضعیف نشه. بله اوکی، اگه این پایین نره هیچ مشکلی من ندارم، اینم به اطرافیان دیگه بستگی داره، استرس نشته باشن، اعصابشون خرد نشه. خب شما دو تا شاخه شمشاد چیکار می‌کنی مامان استرس نداشته باشه؟ یه بعد تو که کار درسته، اون یه جمله گفتی اصلا من لنگ انداختم از صندلی خودم تا صندلی تو زیر پات، جمله اولی که گفتم میرم کارگری میکنم آجر میندازم بالا واسه خانواده‌ام، تموم، من تموم شدم، تسلیم شدم جلو تو، یعنی فهمیدم که با این مرد طرفم که اینقدر خاطر مامانش رو میخواد، اینقدر خاطر زندگیش رو میخواد، میره حتی مونده میوه چینی بره من رفته، بچه‌هام واقعا از 8 سالگی تا حالا من یادمه برای من کار کردم، میکانیکی میخوام... بوده، همه کاری انجام دادم. ما کلا خیلی باید قبول بکنیم که یکی از دغدغه‌های جدی که وجود داره که تو کشور ما هم خیلی بهش پرداخت شده و حالا کارشناسا می نویسن نگرانی وجود داره، اینه که بالاخره اچ‌آی‌وی مثبت که ممکنه منجر به ایدز بشه خیلی هم دیگه شبیه سرماخوردگی هم ساده نیست. ما با هم خیلی راحت صحبت کردیم، اصلا من منظورم این نبود، آره. اصلا بیماری که همچین بیماری دارم مبتلا اونا روحیه بگیرن، داشتم به اون طرف داشتم اینجوری روحیه میدادم که خودشو باخته بود، که واقعا هم چقدر بعدن همه جا تشکر کرد از من و روحیه واقعا هم گرفته، الان با خودش کنار اومده، بیماریشو پذیرفته، منظورم این بود. یعنی باید خیلی حواسمون باشه، خیلی باید حواسمون باشه به این بیماری. شما هم به جهت این ماجرا فکر کنم که آگاهیتون خیلی زیاد شده دیگه. یه بالاخره مادرمون که بیمار شد من خودم کنجکاو شدم ببینم چه جوریه، یکم آگاهی دارم کم و بیش. شما همسرتون از دنیا رفت و بله. در واقع شما اگر بخوایم بالاخره به جوی کسی که من خواهم حرف بزنم پدر بچه هاست و همسر شما بوده، اما شما ایشون رو متهم اصلی میدونین دیگه نه؟ اصلا خیلی از مادرها هستن که دوستای خودم رو میگم، هم نوعای خودم،
میگن تا حالا اصلا چند سال از مرگ شوهرشون هم گذشته، در صورتی که شوهرشون هم کار میکرده هم زندگی رو میچرخونده، خیلی هم خوب بوده، هنوز میگن ما راضی نیستیم، ازش راضی نیستیم، نمیبخشیمش. اصلا من موندم تعجب کردم چرا این مادر اینجوری میگه، ولی من اینطوری نبودم. من شوهرم که بستری بود، وقتی که دکتر جوابش کرد ایشونو، من رفتم خودم یه جا خندم گرفته و گفتم شاید اسرائیل بهم بخنده، شاید خودم زودتر شوهرم فوت کنم. رفتم لب تختش و گفتم که فلانی، گفت بله. گفتم تو خیلی منو اذیت کردی، عذاب دادی، چه بیکاری چه دودی، درسته؟ گفت درسته. گفتم من تو رو بخشیدم. اصلا باور میکنی یه دفعه انگار جون گرفت و رو تخت بیمارستان یه تکونی خورد، بلند شد گفت بگو تو بمیری، مثلا قسم راستشم تو بمیری بود، تو بمیری. منم گفتم تو بمیری. سری صدا خواهرش کرد که اون موقع من برای سومین بار چشمم عمل کرده بودم. یعنی شما کسی رو بخشیدین که همسرتون که سالها مواد مخدر مصرف میکرد، دیگه اواخر رسیده بود مثلا به تزریق و سرنگ آلوده و اینا، که بعد اچ‌آی‌وی اومد سمت شما، شما به همین سادگی بخشیدینش؟ بخشیدمش. گفت خب اون که نمیخواسته، اون که عمدن نمیخواسته من بیمار بشم، بالاخره من همسرش بودم، شریک زندگیش بودم، اون که دوست نداشته من بیمار بشم. اونم حاصل عدم آگاهیش بوده، گفت نمیدونم با علم که این کارو نکرده. بله، اون حواسش نبود دیگه، با همین سرنگ این کارو نمیکرد. آره دیگه، اگه مطمئن بود با قول معروف به قول پسرم میرفت سرنگ میخرید، چرا بره با سرنگ مشترکی که با خون آغشته باشه این کارو بکنه که بگیره. آره در اومدم به شوهرم اینجوری گفتم، گفت بگو تو بمیری. گفتم تو بمیری. سری صدا شوهرم زد، گفت جی بیا ببین خانمم چی میگه. گفت چی میگه؟ گفت میگه من تو رو بخشیدم. اصلا تعجب کرده بود انگار. گفت آره داداش قربونت برم، اگه تو رو نمیبخشید الان با این چشم بسته اینجا نبود بالا تخت تو، مثلا از کرج بیاد تهران. بعد خوشحال شد و اینا گذشت. این گذشت لحظه ای هم که 3-4 ماه که بستری بود کار ندارم، 20 کیلو وزن کم کرد، یه دفعه خیلی سیدی فورش اومد پایین. بعد 3-4 ماه تو خونه زمینگیر بود که سون و این حرفا بهش وصل بود، کار نداریم. بعد لحظه ای هم که فوت کرد شب حالش بد شد، یعنی تا لحظه آخر قشنگ زبونش از کار نیفتاده بود، قشنگ صحبت میکرد که با خواهرشوهرم و شوهر خواهرشوهرم و برادرشوهرم بالا سر ایشون نشستیم تا صبح، که 5 صبح تموم کرد. ملافه کشیدن روش و فلان این حرفا، من ملافه رو زدم بالا در گوشش، گفتم من تو رو بخشیدم، با فکر آرام بخواب. بس خدام خواستم بودم خدایا اگه شما صلاح میدونی شما اولیشونو ببخش، من بخشیدمش، دوست ندارم شوهرم با فکر مشغول با چی میگن، با گناه، با شاید هم گناهی نبوده و چه تقصیری میگم نداشته، با این فکر این دنیا رو چی میگن به قول ترک کنه. آفرین، ترک کنه. بعد ولی خیلی هم خوشحالم که انقدر چی بگم، خدا این قدرت رو بهم داده، این اعتماد به نفس رو بهم داده که بتونم بخشنده خوبی باشم. آفرین. کوتاه دوست دارم که یه دوربین و اختصاصی VIP تشریفاتی بدم به شما، دوربین و با کسایی صحبت بکنین که از یه نگرانی لابلای صحبتتون هویدا بود که میخواییم برگردید همسایه هاتون، دوستاتون، کسی که نمیدونن شما یه مادر، یه مادر دلسوز بخشنده که قربانی شده و الان اچ‌آی‌وی مثبت داره، حالا خیلی اتفاقی که ممکنه برای تعداد دیگه هم افتاده باشه، اما دوست دارم با کسایی که شما رو درک نمیکنن حرف بزنید، با کسایی که ممکنه نمیشناسن، آگاهی ندارن، مثل 4-5 سال پیش من که تو این برنامه تعریف کردم براتون، نگاهشون کنید، باشون حرف بزنید. من دوست دارم از این خانواده ها که آگاهی ندارن، ما رو درک نمی کنن، برن خواهشن به جایی که میشینن تو خونه، نمیدونم وقتای بیکاریشون کتاب راجع به اچ‌آی‌ویه، نمیدونم همین مشاوره ها، انجمنا پرسجو کنن، آگاهی پیدا کنن که به اون صورت نیست که اچ‌آی‌وی هر که داشته باشه آدم ازش دوری کنه، به خدا هیچ مشکلی نیست، اونم یه نوع بیماریه، هیچ مشکلی نیست. و دوست دارم من رو درک بکنن. خواهشم اینه که به ما باز گفتم انگ و تبعیض نزنن، ما رو با استقبال بهتری، گرمتری که من از اینجا میرم بیرون بهتر استقبال کنن، من این توقع رو دارم. بعد مریضی هم برای همه هست،
بالاخره انواعش فرق میکنه. اسمش فرق میکنه. اسمش فرق میکنه. آره. یکی مریضیش قنده، نباید غذایی که مثلا میگه مرغ نخور، این غذا رو نخور، اون غذا اونو بیشتر فکر کنم زجر میکشن. آره پرهیزش شاید بیشتر باشه. غذا بدون نمک بود. سیدیپارتون بره بالا، همه چیزای خوب بخور. حواسشون باشه که به این انشالله که همیشه سلامت باشه. چیزشن خیلی به انشالله که از اینایی که آگاهی ندارن، از اینایی که انکار میکنن.